با سلام میگم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیا بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات: خیزش مردمی در خوزستان و گسترش دامن اون به شهرهای دیگه، و یه نیروی مهم تو این اعتراضات ما کارگران هستیم، بخش محروم جامعه. در این مورد صحبت میکنیم، از حمایت ها و همبستگی ها میگیم. همینجور اعتراضات در نفت، اعتصاب کارگران نفت ادامه داره. تو چه موقعیتی قرار داریم و مطالبات کارگران چی هست؟ بحث ها بر سر چی هست؟ هفته به یک سنگر مهم جنبش کارگری همچنان در اعتصاب برای پیگیری خواستاش، و همینطور اعتراضات در میان بازنشستگان، کارگران شهرداری و بخش‌های مختلف و همبستگی‌های بین‌المللی، هم با اعتراضات مردم در خوزستان، هم با اعتصاب گسترده در نفت. کارزار جهانی برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی. اینا موضوعاتی که در این برنامه بهش می‌پردازیم، امیدوارم فرصت بشه. در مورد خیزش مردمی در خوزستان، خب در برنامه‌های مختلف بحث و گفتگو داشتیم. طبعا اینجا فرصت نیست به جوانب مختلف این اعتراضات بپردازیم، اما قدر مسلم اینه اون صدای فریاد اعتراضی که در خوزستان بلند شده، صدای اعتراض کل جامعه است. آب رو از مردم قطع کردن و دفاع از زندگی، دفاع از نفس کشیدن، دفاع از حداقل های زندگیه. و وقتی مردم میان علیه بی آبی به خیابون و صدای اعتراضشون بلند میشه، یه دفعه میبینید که تبدیل به شعارهای ضد حکومتی میشه. بخاطر بیش از 40 ساله که مردم با این مشقات و با این جهنم روبروان. آب کارگر نان ندارد، مردم آب ندارن، و هوا، آب، برق، همه چی از مردم قطع شده. همین حلقه اتصال اعتراضات خوزستان به شهرهای دیگه است. جمهوری اسلامی نابود باید گردد، این مضمون واحد این اعتراضاته. و ما شاهد بودیم این اعتراضات به تبریز کشیده شد، به اصفهان کشیده شد، به تهران، مناطق از تهران کشیده شد. فریاد مرگ بر دیکتاتور در متروی صادقی سر داده شد، به کرج، به فردیس کرج، به ایزد شهر اصفهان، به فولاد شهر اصفهان، به بجنورد، به سنندج، مشهد، رام هرمز، استانهای همجوار، همینطور جاهای مختلف. و این شروع یک دور جدیدی از تحرکات اجتماعی است، یک دور جدیدی از جنبش سرنگونی مردمه. مردم این حکومت رو نمیخوان. و نکته جالب اینه که این اعتراضات در کنار اعتصابات گسترده کارگری، در کنار تجمعات بزرگ مبارزاتی بخش‌های مختلف مثل بازنشستگان، اعتراضات معلمان، جامعه در کلیت خودش به پا خواسته، و اینها کنار هم دیگه هم داره تصویر رو کامل میکنه. از همین روز که وقتی تو خوزستان این اعتراضات به پا شد، ما با موجی از همبستگی ها از بخش های مختلف جامعه روبرو بودیم که بی سابقه و بی نظیره. از تشکل های کارگری گرفته، از هنرمندان گرفته، از روزنامه نگاران گرفته، از مستندسازان گرفته، کارگران فولاد اهواز، کارگران نیشکر هفت‌تپه، تشکل‌های زنان، ندای زنان ایران، جمع‌های مختلفی از مردم از بخش‌های مختلف، از کولبران، دستفروشان، کارگران بیکار، کانون کوهنوردان، نمی‌دونم شهر سنندج، فعالین دفاع از حقوق کودک، و این لیست بسیار وسیعه. هنرمندان و بازیگران سینما، فعالین از درون زندان، پیام علی نوری زاد از زندان، آتنا دائمی از درون زندان، 330 نفر از سینماگران بیانیه دادن، که 700 منتقد و فعال مستقل سیما به این کمپین پیوستن، 130 مستندساز ایرانی،
کانون نویسندگان ایران 230 وکیل دادگستری، بازیکنان تیم فوتبال. این وقتی نگاه میکنیم به این لیست، این جامعه که با تمام قدرت داره فریاد میزنه جمهوری اسلامی نمیخوام، نمیخوام. این شعاری که در اصفهان سر داده شد، اصفهان خوزستان اتحاد اتحاد، تبریز خوزستان اتحاد اتحاد، آذربایجان خوزستان اتحاد اتحاد، تهران خوزستان اتحاد اتحاد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانی دادن که از لیست من جا افتاد، بهش اشاره نکردم. دیوار نویسی ها شده و به همین دلیل میبینید که تمام جامعه به پا خواسته و این یه فاز جدیدی همطور گفتم در جنبش سرنگونی در سطح جامعه هستش. در خوزستان میگن بی آبی، بی برقی، قطع اینترنت. اینترنت رو قطع کردن که صدای مردم شنیده نشه. اما میبینیم که در همون لحظات اعتراض فوراً صدای اون در مدیای اجتماعی انعکاس پیدا میکنه. شماره در این اعتراضات دستگیر شدن. یک کارزار مهم، کارزار برای آزادی تمامی بازداشت شدگان این اعتراضات، نه تنها در خوزستان بلکه در شهرهای مختلف است. زیر فشار اعتراضات مقامات حکومت میگن داریم بررسی میکنیم اون بخشی که جرمی نکردن آزاد میشن. جرم چیه؟ اعتراض علیه بی آبی، اعتراض علیه جهنم جمهوری اسلامی، اعتراض علیه اختلاس ها و دوزی ها. و این رو در گفتمان ها و اعتراضات مردم میبینیم. جالبه تو همین همبستگی ها جمعی از بازنشستگان تهران و کرج در حمایت از اعتراض مردم خوزستان تجمع میکنن و به شکل نمادینی بنرهای دستشون میگیرن، صدای اعتراضشون رو بلند میکنن. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این رابطه در تجمعاتشون سخن میگن و میگن که ما در اینی که خواستای خودمون داریم، ما در خوزستان به سر میبریم. در یکی از همین سخنرانی ها یوسف بهمنی، یکی از نمایندگان این کارگران، هم از مشکلات کارگران هفت‌تپه میگه و هم در رابطه با اون چی که در خوزستان میگذره. صحبت های یوسف بهمنی رو دنبال میکنیم. مطالباتمون رو هر روز داریم میگیم. پرداخت حقوق، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت اخراجی ها، تعیین تکلیف قراردادهای بچه های غیر نشکری، دفافات و فصلی هایی که تو کارخونه و تجهیزات اینا مشغول بکارن. اینا همه رو گفتیم. بازم یه بار دیگه تکرار مکررات میکنیم که بدونن مسئله ما کاملا صنفیه. اما یه اینا رو همه رو بخوام بذارم کنار، ما تو خوزستان هم زندگی میکنیم و خیلی از مردم خوزستان هم درگیر مسائل مشکلات خودشون هستن. یه روز مرغه، یه روز روغنه، یه روز برنجه، یه روز نمیدونم واکسن کرونا است، یه روز آبه، اینترنت هم جدیدن سرگرمون کردنه به والله اینترنت حد اقل تازه هم خودی که بده اینترنت هم الان داره آمده تنگش. سال 1400 قرن 21، کی باورش میشه تو خوزستان 900 تا روستا هست که با تانکر براشون آب میبرن و تو چه کردی؟ حامی مفسد هستند از اینترنت میترسند. 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 ملت نمیپذیرد. کارگر میمیرد. ملت نمیپذیرد. به حمایت ها اشاره کردم. یکی از اینا تجمعی بود که در 29 تیر از طرف جمعی از فعالین مدنی، کارگری، معلمان و مادران دادخواه به پا شد مقابل وزارت کشور و همینطور
مادران دادخواه نیروی مهم این همبستگی ها و اعتراضات بودن. دوست دارم نامه آتنا دائمی رو بخونم، فعال دفاع از حقوق کودک و همینطور علی ادان دفاع از حقوق زن و صدای آزادی خواهی و انسانیت. آتنا دائمی درون زندان می نویسه: خوزستان آب ندارد، خوزستان گرد و خاک، گرد و غبار دارد، نیزار پر از شهید و کشته دارد، خوزستان مین دارد، آغار جنگ دارد، خوزستان تبعیض دارد، تن زخمی دارد، خوزستان فاصله تا آبادانی زیاد دارد، مرز دارد، لوله های پر آب تا آن طرف هم زیاد دارد، خوزستان جان دارد اما آب ندارد، نه راستی خوزستان آب دارد اما به قیمت جان دارد، حکومت هم آب دارد، آن هم به قیمت جان دارد، خوزستان جان میدهد تا آب بگیرد، حکومت جان میگیرد تا آب بدهد. ستم بر اقوام و تبعیض و سرکوب از مشخصه های بارز این حکومت می باشد که هر گونه اعتراض با آن نیست، همانطور که طی 42 سال شاهدیم، با خشونت کم نظیر پاسخ داده می شود. در کنار تمام اخبار ترخ و نگران کننده‌ای که این روزها باز هم از سرکوب قیام‌های مردم در نقاط مختلف ایران به گوش می‌رسد و سراسر وجودم را مملو از درد می‌کند، اما اتحاد با شکوه اقوام ستم‌دیده جهت مقابله با ظلم و تبعیض خبر مسرت بخش بوده و هست، آن هم برای ما زندانیانی که با انواع برچسب‌ها محکومیم به در کنار مردم نباشیم و حسرت همراهی ما معترضان را به دل داریم. باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر برای احقاق حقوقمان تلاش و هر گونه استبداد و خفقان را خونسا کنیم. با وجود زندانی و در تبعید بودنم در کنارتان هستم. زنده باد آتنا دائمی. با تمام احساس وجودش داره صحبت میکنه. صحبتهای بهمنی رو هم شنیدید، دیدید که چگونه از اون چی که در خوزستان میگذره صحبت میکنه. بریم به سراغ هفت‌تپه. اعتراضات در هفت‌تپه ادامه داره. بعد از خلعیت خواستای کارگران جواب نگرفته، 3 ماه مزد بهشون پرداخت نشده، تا این تکلیف نشده با مالکیت این شرکت و همینجور بقیه خواستاشون، بازگشت به کار کارگران اخراجی. در این حال همونطور که کارگر هفت‌تپه میگه، در خوزستانه و همدرد با مردم خوزستان. پرونده های تشکیل شده بسته نشده، از جمله پرونده فرزانه زیلابی وکیل این کارگران، و قراردادها تمدید نشده، کارگران دفع آفاد و غیر نشکری، و کیفرخواست کارگران هفت‌تپه را از زبان عادل سرخه میشنویم. به این کلیپ توجه کنید. مطالبات ما به حقه، با زور خودمونم میگیریم، توی 6 سال هم ثابت کردیم. آقای نوبخت، به گفته آقای نوبخت، در این 8 سالی که گذشته 21,000 میلیارد بودجه خوزستانه. آقای اسدبک 45,000 میلیارد به جیب زده، راست داره برای خودش میچرخه. 3 بار راسق و قضایی عوض شدن، هیچکی نتونست مشکلش رو حل کنه. خب پس این ثابت میکنه که آقا فقط زور خودمونه. آقایون اگر قانونی رو اجرا کنن، منت سر مردم میذارن. قانونی که باید اجرا کنن و منت سر مردم میذارن. قانون وظیفت را قانون اجرا کنی، منت سر مردم میذاری که قانون اجرا کردی. این قانونی هم که اجراش کردی همش به زور کارگر بوده، به دلخواه خودت نیومدی مشکل مردم حل کنی. کارگر مجبورتون کرده که محاکمش کنی. استاندار خوزستان خانوادگی شرکتی رو برای خودش ساخته برای انتقال آب. آقا ما پدرامون 50 سال کار کردن، نون ندارن بخورن. مگه چقدر حقوق میگیری؟ 20 میلیون حقوق میگیری؟ 40 سال 20 میلیونی مگه میشه چیکار کرد باش؟ این هم نسل ما.
کارگر افتپه بچه شنو چشمش بمیره نمیتونه ببردش بیمارستان، نون نداره بخوره. مسئولان کل کشور ببینید یارو هزار هزار میلیارد تو حسابش هست. خب این پوله کجا میاد؟ به پول من و شماست. پدرامونم کار کردن 40 سال، چی گیرمون اومده؟ خودمونم الان داریم کار میکنیم، التماس میکنیم بیان حقوقمونو بدیم، حقوقتو نمیدن هیچ سرکوبت هم میکنن. 21,000 میلیارد تومان بودجه برای استان خوزستان کجاست؟ پس چرا مردم آب ندارن بخورن؟ 8 سال 21,000 میلیارد تومان خوزستان اسد بگی اندازه 16 سال بودجه خوزستان رو برده. اما نفت جدال سخت در جریانه. بیش از 114 مرکز نفتی رفتن به اعتصاب. این اعتراضات ادامه داره. زیر فشار این اعتراضات در بخش‌های پیمانکاران، جوشکاران متخصص، بخش‌هایی که پروژه‌هاشون میتونه به حرکت در بیاره رو مجبور شدن سرکار برگردونن با پیشنهاد افزایش حقوق 2 برابری و 20 روز کار 10 روز مرخصی. و در کنار اونا بخش‌های دیگه‌ای از کارگران به سر کار برگشتن، اما هنوز بخش بسیاری در اعتصاب هستند. ده‌ها هزار کارگر در اعتصاب بودن. گروهی تحت عنوان مدیریت پایپینگ در هر مقطع تلاش کرد این اعتراض رو تحت کنترل داشته باشه. ابتدا گفت تخلیه سراسری رو تجمع نکنید، بعد که دید در جاهای مختلف تجمعات به پا میشه، با طرح پیگیری مطالبات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اومد جلو و یه سری خواستار رو مطرح کرد که اونم زیر فشار کارگران بود، بدونی که درش صحبتی از افزایش حقوق باشه. سرصدایی به پای زیادی به پا کرد. حتی اون وعد و وعیدهایی که سال گذشته دادند و سراسیمه اعتصاب و خاتمه دادند، همون هم داده نشد به کارگران. کارگران بر ادامه اعتصابشون تاکید کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی بیانیه داد و گفت این اعتصاب شکنیه، این تفرقه است. و همونجا راهکاری رو مقابل کارگران گذاشت. راهکارش این بود که گفت نمایندگان خودتون انتخاب کنید، خودتون تصمیم بگیرید. همونطور که مجمع عمومیاتون در جای مختلف تشکیل داده میتونید نماینده انتخاب کنید، از طریق مدیای اجتماعی میتونید نمایندتون انتخاب کنید، اون بخشی از کارگران که برگشتن به کار در محل کار میتونن نمایندگان خودشون انتخاب کنن. ممکنه این اعتصاب الان بالاخره یه جا تموم بشه، اما اعتراض ادامه داره به خاطر اینکه لیستی از خواستا داشتن این کارگران. و اون خواستا این بود افزایش حقوقا در تمام رده‌های شغلی و دستمزد هیچ کارگری کمتر از 12 میلیون نباشه، پرداخت به موقع دستمزدها، بهبود قابل قبول استاندارد کمپ‌ها، غذا و شرایط زیستی و کاری این کارگران، ایمنی محیط کار که داره هر روز قربانی میگیره، بازگشت به کار کارگرانی که اخراج شدن تو همین مدت، و همینجور پرداخت به موقع دستمزدها و همه اینا، یعنی کوتاه شدن دست پیمانکاران، برچیده شدن بساط این چپاولگران و لغو قوانین ویژه اقتصادی که چنین میدون داده به پیمانکاران که تصمیم از گرده کارگران میکشه. به همین دلیل مهمه، هم برای همین امروز انتخاب نمایندگان کارگران مهمه، برای اینکه خودشون وارد مذاکره بشن، اجازه ندن یه عده تحت عنوان مدیریت پایپینگ مدیریت کنن و بعد مثل سال گذشته متوسل به رهبر و متوسل به مجلس و کارگر رو سر بدونن. هم امسال که نماینده تراشی کنن و بگن که به فلان آقا رأی بدید و دیدیم که کارگران جواب ندادن به اینها. و زمزمه انتخاب نماینده خوشبختانه شنیده میشه تو کارگران، خودشون دارن میگن خودمون باید نماینده انتخاب کنیم. و اینجا به درستی تاکید کرده شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی و باید این کار رو کرد، این عاجله، هم برای مبارزه امروز و هم برای ادامه اون. و در این حال اون بخش از کارگران که در محیط کار هستن
برگشتن. یه خاص مهمشون اینا دستمزد موفقه دارن. باید دستمزدهای موفقه فوراً پرداخت بشه، کمپا فوراً بهبود پیدا کنه و همه اون مطالبات که مطرح کرده بودن. و باید در محل ادامه پیدا کنه اعتراض. با تجمع کردن. چطور که الان زمزمه‌هاشو در جاهای مختلف میشنویم. در اینجا و اونجا این تجمعات به پا میشه. و همینجور کارگرانی که اخراج شدن، پیمانکاران در این فاصله تعدادی از کارگران روزمزد رو اخراج کردن، گفتن برید تا وقتی که اعتصاب است و بعد هر وقت لازم شد شما رو خبر میکنیم. و اونا بخشن، بخش زیادشون دستمزد پرداخت نشده دارن، باید برگردن و خواستاشون رو و دستمزداشون رو نقد کنن و در این حال یک اتحاد سراسری باشه برای بازگشت به کار کارگران اخراجی. اون چیز که چالش همین فوری این کارگرانه، مسئله به سرانجام رسوندن این اعتصاب با قدرت اعتصابی که به پا شده و 114 مرکز رو گرفته، نزدیک 100 هزار کارگر رو به میدون اعتراض آورده، میشه این خواسته رو تحمیل کرد. و مبنای کار بالاترین دستمزدی که پیمانکاران مجبور شدن متقبل بشن، افزایش دوباره برای دستمزد رو مجبور شدن متقبل بشن و این رو میشه سراسری کرد، همه جا مبنای مذاکره کرد. همینجا کارگران روزمزد باید یک مبنایی باشه سطح مزدشون و کمپ ها بهبود پیدا کنه، غذا بهبود پیدا کنه. دیگه پایان اون شرایط تحقیرآمیزه و شروع دوره ای هست که کارگر با این نیروش بساط این چپاول دوستی رو جمع میکنه. این گفتمان امروز کارگر نفته. به این اعتبار این اعتراضات تا الان دستاورد بسیار خوبی داشته. کارگر قدرت خودش دیده، بیش از 100 هزار کارگر و تمام اون توجه های جامعه رو به خود جلب کرده. و در این حال گفتمان این که کمپ ها باید بهبود پیدا کنه، ما برده نیستیم، باید شرایط عوض بشه، به بحث درون حکومت کشیده شده. یه جاهای افزایش دو برابری دستمزد رو تعمیر کرد، گفتمان 20 روز کار 10 روز مرخصی به یک چیز قبول شده داره تبدیل میشه. و اینها پیروزی های مهم این دوره است. باید اینا رو برجسته کرد، باید گذاشت جلو چشم و با اونها با اتکا به این پیشروی ها قدم های بعدی رو برداشت. همونطور که گفتم اعتراضات در مراکز مختلف هم هست. متاسفانه باز وقت برنامه ما کفاف نمیده که به همه اونا بپردازیم. یکی از این اعتراضات، اعتراضات کارگران CNG های تعطیل شده در ارومیه است که در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند و خواهان استعفای کاظمی مدیر کل حراست شهرداری شدند. کلیپ اون رو میبینیم. یه اعتراض قابل توجه دیگه که فضای امروز جامعه رو نشون میده، اعتراض پرسنل بیمارستان امام خمینی است در 4 مرداد ماه. کلیپ اون رو میبینیم. مجردی کیا تو؟ کارکنان بیمارستان امام خمینی. اعتراضات دیگه کارگران راهن ورامین هست، تعویق دستمزد و نوع قراردادهاشون، کارگران شهرداری رودبار هست، کارگران اخراجی شرکت لوله‌سازی خوزستان است که میخوان برگردن سر جا کار خودشون، اعتراض کارگران شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایزه هست و اعتراض بازنشستگان صدا و سیما جمهوری اسلامی هست به اعتراض به وضع بد معیشتیشون. و همینجور کارگران شهرداری کوت عبدالله که نزدیک 1 ماه تجمع کردن و راهپیمایی کردن و در اعتراض هستن.
بازنشسته کنه فولاد شهرهای اهواز و اصفهان هست، کارگران روستایی مخابرات منطقه همدان هست، عدم پرداخت موقت مزدی و مخابرات استانهای آذربایجان شرقی و چهارمحال بختیاری است. اعتراضات بسیاره. آخرین لحظه را اختصاص میدم، متأسفانه وقت بسیار کمه، به کارزارهای بین المللی، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، در حمایت از مبارزات کارگران نفت و همینجور اعتراضاتی که تو سطح جامعه است، در اعتراض به سرکوبگری های جمهوری اسلامی، حکم شلاق برای اسماعیل گرامی از معلمان بازنشسته به عنوان یک نمودی از وحشیگری این حکومت، و مجموع اینها نامه داده به نهادهای بین المللی و خواسته که از اعتصاب کارگران اعلام حمایت بشه و جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار اخراج بشه و در سطح بین المللی بایکوت بشه. این نامه از طرف سعید نعما، دبیر کل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در عراق، استفانی اسمیت، دبیر کل اتحادیه کارگران خدمات دولتی بریتیش کولومبیا، استفانی ونسچوویسکی، دبیر کل شورای اتحادیه‌های کارگری بریتیش کولومبیا، جوزف داهر، رهبری حزب چپ سوئیس، پیتر تاچل، مدیر بنیاد پیتر تاچل و از کمپینرهای سیاسی شناخته شده جهانی در انگلیس، جان کلارک، یکی از کمپینرهای شناخته شده سیاسی از کانادا، امضای خودشون رو زیر این گذاشتم. همینطور مسعود ارجن، یکی از مسئولین لوکال های اتحادیه خدمات در کانادا. این کارزار ادامه داره. بایکوت جهانی جمهوری اسلامی در واقع یک حلقه مکمل سرنگونی جمهوری اسلامی است. خود بوداس، یکی از مسئولین دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا، در این هفته اعلام حمایت کرد از کارگران نفت و همطور اتحادیه‌های فرانسه، و این لیست بسیار وسیع، اتحادیه‌ها در انگلیس، در کانادا، در فرانسه، در جاهای مختلف، همطور تو سطح جامعه از طرف باز بخش‌های مختلف جامعه، تشکل‌های مختلف کارگری، کارگران هفت تپه، کارگران فولاد اهواز و مادران دادخواه، و به این شکل این فضای جامعه که ما در اون قرار داریم، جامعه به شدت داره میره طرف اعتصاب سراسری و از اون طرف خیزش های مردمی و اون ور حلقه اتصال اینا همبستگی های مردمی، و صدای این رو ما جهانی میکنیم با کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.